رابطه عاشقانه برای خیلی از ماها با همین فریادها و روی نیمکت‌های چوبی تو کلوپ‌های بازی شروع شد. هول هوش سال 77 و 78 شمسی بود که کنسول تو اون زمان لاکچری PS1 با گرافیک فوق‌العاده واقع‌گرایانه خودش کنسول‌های 8 و 16 بیتی سگا و نینتندو رو کنار زده بود. با گرافیک PS1 این بهترین فرصت برای کمپانی‌های ساخت بازی بود که شبیه‌سازی هرچه پیشرفته‌تر فوتبال رو در قالب یه بازی کامپیوتری امتحان کنن. تا قبل از اون دو تا بازی کامپیوتری فوتبال تو دنیا این رقابت رو آغاز کرده بودن. یکی کمپانی EA بود که از سال 94 شروع به تولید یه بازی 16 بیتی به اسم تجاری فیفا کرده بود. این بازی دو بعدی برای کنسول سگا و کامپیوترهای PC به صورت سالانه عرضه می‌شد. رقیب دیگه کمپانی ژاپنی کونامی بود که اونم از همون سال 94 و برای همون کنسول سگا شروع به توسعه بازی فوتبالی به اسم اینترنشنال سوپر ساکر کرد. بدون شک با توجه به استانداردهای اون زمان و قدرت سخت افزاری کنسول 16 بیتی مثل سگا از نظر گرافیک و گیم پلی، بازی کمپانی کونامی خیلی جذابتر بود و مخاطبای بیشتری داشت. با ورود PS1 ورق برگشت و قدرت گرافیکی این کنسول باعث تغییرات عظیمی شد. درست تو سال 97 هر دو کمپانی تغییرات اساسی رو تو نسخه جدید بازی خودشون اعمال کرد. EA با همون اسم قبلی یعنی فیفا بازی کاملا سه‌بعدی فیفا 98 رو با تکیه بر موج جام جهانی 98 عرضه کرد. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working now maybe it's the chemistry it's 11 یه بازی فوتبال سه‌بعدی جدید منتشر کرد. تو سال اول با توجه به همکاری EA با سازمان فیفا و سوار شدن بر موج تبلیغاتی مربوط به جام جهانی، عرصه رو از رقیبش دزدید. اما سال بعد و پس از فروکش کردن موج جام جهانی بود که ورق به سمت ژاپنیا برگشت. کونامی بازی وینینگ 11 رو برای فروش در اروپا و آمریکا به پرو اِوولوشن ساکر یا به اختصار PES تغییر نام داد. و اینجا بود که همه متوجه شدن از نظر گرافیک و فیزیک واقع‌گرایانه و از همه مهمتر لذت گیم پلی دیگه فیفا حرفی برای گفتن نداره. سالها پشت سر هم می‌گذشت و هر دو کمپانی سال به سال بازی خودشون رو آپدیت می‌کردن و ویژگی‌های گرافیکی و فیزیک و گیم پلی خودشون رو با توجه به پیشرفت تکنولوژی بهتر از سال قبل می‌کردن. این روند رو به رشد هر دو بازی ادامه پیدا کرد. اما دو تا نکته اساسی وجود داشت. برای اکثر گیمرها مهم‌ترین نکته برای لذت بخش بودن یه بازی گیم پلیه. چیزی که فیفا تو این زمینه به گرد پای پسم نمی‌رسید. گیم پلی فقط و فقط شبیه‌سازی فوتبال واقعی توی بازی ویدیویی نبوده و نیست. و ژاپنی‌ها این موضوع رو خوب درک کرده بودن. بازی پس اونا برای اکثر گیمرها واقعا لذت بخشتر بود. در مقابل EA هم یه برتری مهم نسبت به کونامی داشت. اینکه کمپانی اونا بسیار پولدارتر از ژاپنیا بود و پول بیشتر اونا در کنار حضورشون در غرب و نزدیک بودن به اروپا فرصت بهتری برای تبلیغات و بستن قراردادهای مربوط به لایسنس لیگ‌ها و تورنمنت‌های مختلف به اونها میداد. این رقابت تا سال 2013 ادامه داشت و همچنان پس از رقیب خودش سرتر بود و طرفدارای بیشتری داشت. اما تو سال 2013 با اومدن نسل جدید کنسول‌ها یعنی PS4 و Xbox One هر دو کمپانی مجبور به تغییر نسل موتور گرافیکی خودشون بودن تا از قافله عقب نیفتن. تا اون موقع پس 2013 تقریبا کامل‌ترین بازی فوتبال تاریخ بود. تقریبا همه گیمرها و حتی مخاطبای پیج ما متفق القول هستن که تا پس 2013 همیشه انتخاب اولشون پس بوده نه فیفا.
اما بالاخره فاجعه اتفاق افتاد. بازی پس 2014 با تغییر موتور گرافیکی یک فاجعه به تمام معنا بود. تغییر مکانیک کنترل بازی، باگ‌های فراوون، از همه مهمتر گیم پلی خیلی ضعیف بازی باعث شد تا EA که تمام این سالها منتظر لغزش حریفش بود، از این فرصت بیشترین استفاده رو ببره. EA با توجه به استانداردهای اون زمان بهترین ساخته خودش رو ارائه داد و جدا از گیم پلی خوب با داشتن منابع مالی زیاد تونست که لایسنس اکثر لیگ‌های معتبر دنیا رو مال خودش کنه. همه اینا باعث شد که خیلی از طرفدارای افراطی پس هم از اون سال فیفا رو هم امتحان کنن. دیگه بازی فوتبال کامپیوتری فقط و فقط در انحصار پس نبود. سالهای بعدی هر دو کمپانی سعی می‌کردن با رو کردن آس جدیدی طرفدارای رقیب رو بدزدن و به سمت محصول خودشون بکشونن. فیفا تو این کار تا حدودی موفق بود. البته پس هم از ورژن 2014 خودش درس عبرت گرفته بود و هر سال دوباره بهتر از قبل می‌شد. به علاوه اینکه اکثر هواداری پس افراد وفاداری به کنامی بودن و همین وفاداری باعث می‌شد که با آینده سری پس و کنامی امیدوار باشن. Messi goes through the middle. Big chance. Has a shot. It's gone in. Right, when this team knock the ball about in that fashion, they are brilliant to watch. This is as good a goal as you're going to see. He's deserved that. And the shot. Got in the way. Benzema. The shot's on. Well, they've broken through here with a really good goal, and the celebrations reflect that. The supporters are going crazy. Foot in. He's through. Now is he in? And the shot. Might tell us how this match is going to pan out. Who can? A great chance to go in front. The pressure has told, and they've caved in, really. Well, we all knew what was coming. Certainly the opposition did, but they could do nothing. این امیدواری و قدردانی از وفاداری هوادارا حدود 3 سال پیش از سوی کنامی پاسخ داده شد. اونا اعلام کردن که برنامه تقریبا 2 ساله برای تغییرات اساسی تو بازی پس دارن که این تغییرات رو بر اساس درخواست گیمرهای مخاطب بازی پس در دست توسعه قرار دادن. قرار بود که موتور بازی برای کنسولهای نسل نهمی یعنی PS5 و Xbox سری S تغییر پیدا کنه و گرافیک بازی به شدت واقع گرایانه باشه. در کنار این تغییرات اونا برای نشون دادن حسن نیتشون حتی یه نظرسنجی اینترنتی بلند بالا هم ترتیب دادن تا تمام انتظارات ریز و درشت مخاطباشون تو سالهای اخیر رو یک جا بررسی کنن و از اونا خواستن برای هرچه بهتر شدن بازی تو این نظرسنجی شرکت کنن. بدون شک اتفاق خاصی قرار بود رخ بده. همه منتظر بودن. حتی سال گذشته کمپانی کنامی از خیر دادن نسخه جدید گذشت و فقط دستی به سر روی اون نسخه 2 سال قبل کشید
و اعلام کرد دلیل این کار اینه که تمام تمرکزشون رو برای عملی کردن برنامه‌شون برای پس 22 بذارن. حتی این کار کنامی هم از سوی طرفدارای پس بازخورد مثبتی داشت، چون مطمئن بودن که کنامی اونا رو ناامید نمی‌کنه. گیمرها می‌دونستن که فقط باید یک سال بیشتر دندون رو جگر بذارن و فقط به کنامی اعتماد کنن. اما چند ماه پیش اخبار شوکه کننده‌ای منتشر شد. در ابتدا همه فکر میکردن اینا شایعه است، ولی بعد معلوم شد که کنامی به همه خیانت کرده. داستان از این قرار بود که کنامی اعلام کرد که سری پس به ای فوتبال تغییر نام داده و این یه بازی آنلاین محوره و دیگه خبری از عرضه سالیانه بازی نیست و بازی صرفا هر چند وقت یک بار آپدیت فصلی پیدا میکنه. حتی مودهای آفلاین بازی هم رو نسخه اصلی قرار نبود که وجود داشته باشه و این قسمت‌ها به صورت بخش جداگانه پولی به بازی اضافه میشه. از همه مهمتر این که این یک بازی مولتی پلتفرمه و حتی بازی توسط گوشی‌های همراه هوشمند هم پشتیبانی میشه. این به این معنی بود که یه نفر با PS5, PS4 یا PC میتونست به صورت آنلاین با فردی که بازی رو روی موبایلش داره همزمان رقابت کنه. اما این به چه معناست؟ کنامی قول داده بود که گرافیک بازی رو با تغییر موتور بازی بر اساس قابلیت‌های کنسول‌های نسل نهمی بهبود بده. اما حالا ادعا میکرد که فردی با کنسول PS5 میتونه با یه نفر که بازی رو روی گوشیش داره آنلاین بازی کنه. این مثل این بود که یه ماشین مسابقه فرمول 1 بخواد یه مسافت مشخص رو همزمان با یک پراید طی کنه. و خب برای این کار ماشین فرمول 1 باید سرعت خودش رو تا حد بیشترین سرعت پراید پایین بیاره، چرا که کیفیت پاسخگویی هر دو نسخه بازی باید با هم برابر باشه. برای این کار در نسخه جدید باید خیلی از انیمیشن‌ها، فیزیک توپ و خیلی موارد دیگه جوری طراحی بشه که گوشی‌ها هم بتونن از پس پردازش اطلاعات مربوط به اونا بر بیان. همه چیز فدای نسخه موبایلی میشه و این به معنای کیفیت پایین‌تر بازی جدید حتی در مقایسه با نسخه 4 یا حتی 5 سال قبله. اما دلیل کنامی چی بود؟ جوابش ساده است. پول. تو سالهای اخیر صنعت گیم درآمد زیادی رو از طریق بازی‌های پولی کسب کرده. نمونه این درآمدهای عظیم و میشه تو سیل مخاطبای بازیایی مثل فورتنایت یا کال اف دیوتی موبایل یا حتی بازیای ساده‌تری مثل کلش اف کلنز دید، جایی که دیگه تنها مهارت بازیکن‌ها نقش تعیین کننده نداره. هر کس که تو بازی پول بیشتری خرج کنه، دست بالاتر و نسبت به حتی گیمرهای حرفه‌ای داره. کنامی می‌خواست با رایگان کردن بازی و قرار دادن پرداختای درون بازی و از طریق جلب توجه تعداد بالای گیمرهایی که با موبایل بازی می‌کنن، درآمد بیشتری کسب کنه. به نظر میومد که کنامی به هواداره وفادار خودش خیانت کرده، ولی هنوزم بودن طرفداری که این اخبار حتی رسمی رو با نگاه خوشبینانه ای دنبال میکردن و منتظر عرضه نسخه رسمی بازی بودن. بالاخره نسخه رسمی عرضه شد. همه طرفدارا به چشم خودشون دیدن که کنامی چطور بهشون خیانت کرده و تمام آبروی چند ساله خودشو به خاطر طمع به باد داده. ای فوتبال برخلاف وعده‌های 3 سال قبل کنامی فاجعه‌ای بیش نبود. گرافیک، انیمیشن، فیزیک بازی و از همه مهمتر گیم پلی همه فاجعه بودن. کنامی حتی مکانیک کنترل بازی روی کنسول‌ها رو به خاطر تطبیق با گوشی‌های هوشمند تغییر داده بود. سیل انتقادها شروع شد. میم ها و مسخره کردن های تمام عناصر بازی تو شبکه های اجتماعی به راه افتاد. Look at the top of his head!
در نهایت کاربرانی که 2 سال قبل به پس 2020 امتیاز 9.5 از 10 داده بودن، امسال با رأی خودشون تو سایت متاکریتیک باعث شدن که ای فوتبال با کسب امتیاز تحقیرآمیز 0.5 از 10 لقب بدترین بازی تاریخ صنعت گیم و مال خودش کنه. تنها چند روز بعد از این اتفاقها کنامی به صورت رسمی از همه طرفدارای قدیمی خودش عذرخواهی کرد، اما هیچ کس دوباره به گرگی که به گله زده اعتماد نمی‌کنه. 3 شرکت ناشناخته دیگه هم از این فرصت استفاده کردن و اعلام کردن که قراره تا 1-2 سال آینده 2 عنوان جدید فوتبال به بازار بدن. 3 بازی گولز، فوتبال پلیر و UFL قراره که تو سالهای آینده به عنوان جایگزین عنوان از دست رفته پس رقبای احتمالی EA در تولید یک شبیه‌ساز فوتبالی باشن. بعد از عرضه ای فوتبال، همه نگاه‌ها منتظر محصول جدید کمپانی EA یعنی فیفا بود که قرار بود تحول اساسی تو بازی خودش ایجاد کنه. اما فیفا 22 هم به بازار اومد و اونم خیلی تفاوت چندانی با نسخه‌های سال‌های قبل خودش نداشت. و این دور و تسلسل منتظر موندن تا سال آینده برای یه بازی بهتر همچنان ادامه پیدا کرد. خیلی از اونایی که کودکیشون با فوتبال و بازی‌های کامپیوتری فوتبالی گره خورده، با وجود بالا رفتن سنشون، هنوزم فوتبال کامپیوتری یکی از بزرگترین تفریحاتشونه و چشم انتظار تجربه هرچه جذابتر و واقعیتر فوتبال روی کنسول و کامپیوترهای خونگیشون هستن. انتظاری که این اواخر هر سال با ناامیدی و سرخوردگی بیشتری همراه بوده. اما اون چیزی که مشخصه اینه که دل